با سلام، همونطور که میدونید رد و نشانه آقازادگی در همه جای دنیا و در همه کشورها پیدا میشه. در این قسمت قصد داریم نگاهی بندازیم به شاهزاده های متع دنیا و آقازاده های قدرتمند دنیا. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. اسامه بن لادن رهبر القاعده، برخلاف ظاهر اوتو کشیده ای که بیشتر ما از این طیف در ذهن خودمون داریم، شاید کمتر کسی بدونه که اسامه بن لادن بنیانگذار و رهبر گروه تروریستی القاعده در خانواده متمول در عربستان سعودی به دنیا اومده. جالبه بدونید که بن لادن متولد شهر ریاض، فرزند محمد بن لادن میلیاردر بود، کسی که با خاندان سلطنتی آل سعود ارتباط داشت و در زمینه صنعت ساختمان فعالیت میکرد. و جالبتر این که بن لادن دوران تحصیلش رو در مدرسه الصغر که مدرسه سکولار و مختص نخبگان بود رو گذرونده و بعدها در دانشگاه در رشته هایی همچون علم اقتصاد و مدیریت بازرگانی تحصیل کرده. شاهزاده های عربستانی در کنار اسامه بن لادن، کشور عربستان و آل سعود به خاطر سیستم پادشاهی جز حکومت های آقازاده پرور به حساب میان. برای همین هم تعداد اونا نه فقط در عربستان که در اقصی نقاط دنیا به قدر زیاده که نمیشه به شخص خاصی اشاره کرد. اما اگر نگاهی به اخبار بندازید، هر از گاهی میتونید اخبار عجیب و غریب پیرامون اونها رو بخونید. به عنوان مثال چندی پیش بود که یکی از شاهزادهای عرب برای ملاقات 15 دقیقه‌ای با کریستیان استوارت، ستاره جوان هالیوود، حاضر شده بود $500,000 پرداخت کنه. و یا یکی دیگه از اونها که شاهزاده‌ای بود به خاطر خرید $1.5 میلیون عطر در لندن حسابی خبرساز شده بود. اما آقازاده بعدی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی. حکومت کمونیستی کره شمالی همیشه به خاطر فضای بسته‌ای که درش حاکم بوده و از طرف دیگه به خاطر تبلیغات رسانه‌ها علیه جو موجود در اون، همیشه در نظر افکار عمومی دنیا به عنوان یک کشور مستبد با قوانین عجیب و غریب شناخته میشه. کیم جونگ اون در حال حاضر رهبری این کشور رو بر عهده داره، کسی که تا قبل از فوت پدرش میتونید اون و دیگر برادرانش رو جز آقازاده‌های بین‌المللی به حساب بیارید، تا جایی که میشه فرهنگ آقازاده بودن رو در سبک زندگی اونها پیدا کرد. از جمله میتوان به تحصیل و سفر در خارج از کشور اشاره کرد، چیزی که امکان اون برای هیچ کدام از شهروندان کره‌ای وجود نداره. از جمله میتوان از سفر برادر بزرگتر رهبر کره شمالی نام برد که در سال 2001 قصد داشت برای رفتن به دیزنیلند با پاسپورت جعلی به توکیو بره. از همه جالبتر این که خود کیم جونگ اون در زمان آقازادگی با یک اسم مستعار به سوئیس رفت و در مدرسه انگلیسی زبان در برن به تحصیل مشغول شد. آقازاده بعدی جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا. در کنار رهبران کره شمالی که حکومت از پدر به فرزند میرسه، میتوانید نمونه تقریبا مشابه اون رو در حکومت‌های جمهوری نیز پیدا کرد. یه نمونهش ریاست جمهوری بوش پدر و بوش پسر بود، با این تفاوت که اونها با فاصله یک رئیس جمهور هر دو و به واسطه انتخابات آمریکا به مقام رئیس جمهوری این کشور رسیدن، تا جایی که بوش پدر 41مین رئیس جمهور و بوش پسر 43مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا محسوب میشن. اما نکته جالب اینجاست که خود جورج بوش نه فقط از سمت پدرش، که از سمت مادری هم ریشه‌ای به خانواده‌های حکومتی داره، چون مادر او از نوادگان جنرال فرانکلین پیرس، 14مین رئیس جمهور آمریکاست. شاهزاده بعدی شاهزاده ویلیام، نوه ملکه انگلیس. او از نوادگان ملکه انگلیس و بعد از پدرش دومین فرد در دودمان خاندان سلطنتی به حساب میاد. به همین خاطر او رو میتونید از معروفترین آقازاده های دنیا به حساب بیارید. یکی از اتفاقاتی که اونها رو در چند سال گذشته بیش از پیش مورد توجه مردم قرار داده، ازدواج او با کیت میدلتون بود، کسی که بعدها به خاطر سبک زندگی و لباس پوشیدنش بارها و بارها در لیست خوشپوشان جهان قرار گرفته. شاهزاده بعدی ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور حال حاضر آمریکا. یکی از پر سر و صدا ترین آقازاده‌های حال حاضر دنیاست که با ریاست جمهوری پرحاشیه پدرش این روزا بیش از پیش مورد توجه مردم و رسانه‌های دنیا قرار گرفته.
ایوانکا دختر غول املاک آمریکاست و این روزها در دولت پدرش به عنوان شبه بانوی اول آمریکا نقش بازی میکنه. او همکنون در 45مین دولت آمریکا به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور مشغول به کاره. و جالب تر این که دختر دونالد ترامپ این روزها علاوه بر یدک کشیدن نام پدرش، خودش صاحب برند معروف ایوانکا در حوزه پوشاکه. برندی که چندی پیش بعد از سخنان پدرش علیه زنان توسط خریداران آمریکایی تحریم شد. و اما پرنس فیلیپ شاهزاده سوئد. پرنس کارل فیلیپ شاهزاده سوئدی نیز چندی پیش به خاطر عروسی جنجالیش در رسانه‌ها و اخبار مختلف مورد توجه قرار گرفت. یه موضوع جالب اینه که پرنس فیلیپ در زمان تولد خودش به عنوان ولیعهد شناخته میشد، اما وقتی 7 ماهه بود قانون وراثت سوئد تغییر پیدا کرد و این مقام به خواهر خودش که فرزند بزرگتر خانواده بود رسید. پرنس فیلیپ حدود 2 سال پیش به واسطه ازدواجش با یک گارسون بر سر زبانها افتاد. برام خیلی جالبه که نظر شما دوستان رو در مورد این آقازاده ها بدونم. حتما نظرات خودتون رو توی کامنت ها یادداشت کنید. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. در انتهای این ویدیو قبلی ما رو تماشا کنید. با تشکر از شما عزیزان، خدا نگهدار.